های واتساپ همراه معلم خصوصی هستی با چهارمین و آخرین درس از مجموعه سارتر امروز قرار جمله بسازیم ببینیم ساختار جمله بندی تو زبان انگلیسی چجوری است و اگر یادتم باشه تو جلسه اول وقتی داشتیم در مورد شاخصه های اصلی زبانی صحبت میکردیم روی این دو شاخصه یعنی گرامر دستور زبان و وکابیولری لغت تاکیده به سزایی داشتیم گفتیم بدون این دوتا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پس ما نیاز داریم به این دوتا امروز برای ساخت جمله و اگر این هم فراموش نکرده باشی گفتیم اگر صحبت کردن یا یادگیری زبان انگلیسی رو به شکل ساخت یک بنا یا یک خونه تشبیه بکنیم دستور زبان گرامر حکم نقشه ساختمونمون رو یا اسکلت بندیمون رو داشت و وکابیولری هم مصالحمون بودن پس اول باید نقشه ساختمون رو داشته باشیم که قرار ببینیم چه شکلی این بنا ساخته بشه که تا بتونیم با مصالحمون پرش بکنیم پس به سراغ گرامر میریم این گرامر زبان انگلیسی که امروز قرار روش کار بکنیم دو تا زمیر اشاره this is این هست و that is آن هست این دو تا عبارت رو ما باید بدونیم تا بتونیم از مصالحمون هم استفاده بکنیم برای پر کردن و کامل کردن این جمله اما ما قرار نیست فقط همین دوتا رو به همین شکل یاد بگیریم ما شکل جمعشون هم یاد میگیریم که توی صفحه بعدی میبینیشون خب توی همین صفحه هم داریم میبینی به صورت جمع اومدن this تبدیل شده به these و that تبدیل شده به those this میشه به معنای اینها و those به معنای آنها اما اگر هم توجه بکنی یه تغییر دیگه ای هم توی این شکل گرامر داریم که are به جای ایز اومده ایز توی صفحه قبلی روی تخته داشتیمش به معنای هست بود وقتی یه چیزی مفرده یه چیزی که تنهای ما از this is از that is استفاده میکنیم این هست that is آن هست یعنی ما فقط داریم اشاره میکنیم به یه چیزی اما وقتی چند تا چیزن جمعن ما باید از these are و those are استفاده بکنیم این کل گرامری بودش که امروز باید یادشون میگرفتیم اما مساله هم تو راه الان میرسه و با مساله همون میتونیم این ساختمونمون رو کاملش بکنیم پس منتظر مساله باش تا برسه خب مساله همون هم رسید قبل از اینکه مساله رو ببینیم یه توضیح بهت بدم مساله امروز در مورد خوردنی ها و نوشیدنی هاست. یعنی لغات کابیولری که برای امروز در نظر گرفتم فودز اند درینکس خوردنی ها و نوشیدنی ها هستن. پس از صفحه اولش هم شروع میکنیم خب تو همین صفحه که داریم میبینی بالای صفحه نوشته شده فودز اند درینکس هر دوتاشون به بم... به شکل جمع اومده یعنی آخرشون اس داره فودز به معنای غذاها یا خوردنی هاست و درینکس به معنای نوشیدنی هاست هر دوتاشون به شکل جمع اون اندم که وسطشونه به معنای و هه. خوردنی ها و نوشیدنی ها من از سمت چپ شروع میکنم کولا رو داریم که همون نوشابه کولا یا همون کوکاکولا خودمونه در کنارش هات داگ رو داریم که یه ساندویچ امریکایی هست که اکثرا باش آشنا هستند و دیکتش هم همون شکل نوشته میشه پس دوتا کلمه داریم کولا به معنای نوشابه کوکاکولا و هات داگ به معنای ساندویچ هات داگ پایینش واژه تخم مرغ رو داریم اگ تخم مرغ معادل انگلیسیش میشه اگ ولی اگه بخوایم ما به شکل خوردنی یا یه شکلی از غذا که نیمرو هستش بهش اشاره بکنیم میتونیم از گزینه پایینیش به معنی سانی ساید up استفاده بکنیم در کنارش یه ساندویچ دیگر رو داریم به اسم همبرگر که این هم اکثر آدم باش آشنا هستند بالای سرش دو تا چیز داریم که مربوط میشه به سیب زمینی اگر بخوایم خود میوه سیب زمینی رو بگیم میگیم پتیتو اگر بخوایم سیب زمینی سرخ کرده رو اشاره بکنیم میگیم فرنچ فرایز ساندویچ رو داریم که این واژه به معنی ساندویچ هر نوع ساندویچی میتونه باشه کنارش یه نوشیدنی رو داریم لمنت که دومین نوشیدنیه که ما توی این صفحه داریم یادش میگیریم اولیش کلا بود لمنت به معنای لیمونات هست که بالا سرش هم در آخر پیتزا رو داریم که پیتزا هست یعنی غذای ایتالیایی و با همون دیکته ایتالیاییش توی انگلیسی هم نوشته میشه به صفحه بعدم بریم بازم داریم مساله خب توی این صفحه هم دوباره تکرار شده اون بالای صفحه فودز and درینکس نوشیدنی ها و خوردنی ها سمت چپ با یه نوشیدنی شروع میکنم تی به معنای چای هستش پایینش یه دونه میوه داریم و یه دونه آب میوه داریم که میوهمون پرتغال هست پرتغال معادل انگلیسیش هست اورنج و در کنارش آب پرتغال رو داریم که میشه اورنج جوس یه نکته که اینجا هستش جوس به معنای آب میوه است شما میتونید هر میوه ای رو قبل از جوس قرار بدید و اشاره بکنید به اصاره اون میوه یا اون آب اون میوه که اینجا مثلا اورنج رو داریم پرتقال، اورنج جوس میشه آب پرتغال شما مثلا میتونی بگی اپل میشه سیب اپل جوس میشه آب سیب در کنارش خود کلمه آب رو داریم واتر که آب هستش بالا سرش کافی رو داریم به معنای قهوه و دونات به معنای دونات یا همون پیراشکی خودمونده چیکن رو داریم به معنای مرغ و سمت راستش وافل رو داریم که یه نوع بیسکویت یا یه نوع نون پنجره شکل هستش که توی حتی ازش به عنوان نون بستنی قیفی هم استفاده میشه وافل بالای سرش میلک رو داریم که بازم یه drinks هستش نوشیدنیه به معنای شیر و در کنارش کوکی رو داریم که معنای کلوچه هستش به صفحه بعد بریم خب توی این صفحه هم اگه بالای صفحه رو بخونیم صفحه از تغییر کرده جای foods and drinks داریم fruits and vegetables فروتس به معنای میوه ها هستش و ویشتبلز به معنای سبزیجات هستش از سمت چپ شروع میکنم اپل به معنای سیب هستش بنانا موز سمت راست بنانا دوتا داریم کنار هم هستن گلابی رو داریم پر و بروکلی همون کلم بروکلی هستش بالا سر همین دوتا اون وسط لیمو رو داریم که تلفظش از لمن. و پایین هم لیمو دو تا سبزیجات دیگر هم داریم که پیاز و فلفل دلمه ای هستن پیاز معادل انگلیسیش هستش آنین و فلفل دلمه ای پاپریکا بالا سر فلفل دلمه ای رو اگه توجه بکنی بادمجون رو داریم که تلفظش از آب جین یا اگ پلانت هم بهش میگن سمت راست بادمجون اون قرمز رنگ گوجه هستش که معادل انگلیسیش از تمیتو و در آخر پایین تمیتو میوه ذرت یا همون بلال رو داریم که میشه کرن ما تقریبا یه سری مساله در مورد میوه سبزیجات خوردنی ها و نوشیدنی ها دیدیم و به آخرین صفحه از مساله همون میریم که در مورد شیرینی ها و خوردنی های شیرین هستش بالای صفحه نوشته شده سویتس سویتس به معنای خوراکی های شیرین هست یا شیرینی هستش من از سمت چپ باز شروع میکنم بالا اولین خوردنی شیرینمون است مافین که به یه نوع کیک کوچیک میگن که مثل کیک یزدی خودمونه پایینش واژه چاکلت رو داریم که معادل فارسیش از شکلات که به فرورده هایی که از کاکاو گرفته میشه گفته میشه سمت راستش پودینگ رو داریم که پودینگ یه نوع دسره و سمت راست پودینگ باز هم یه واژه‌ای رو داریم به اسم لالی پاپ لالی پاپ یعنی آبنبات دسته دار یا آبنبات چوبی سمت راست لالی پاپ واژه‌ای رو داریم به معنای آبنبات که معادل انگلیسیش هستش کندی کندی یعنی آب نبات لالی پاپ ولی میشه آب که دسته داره و چوب داره بالای کندی کیک رو داریم که کیک میشه و اگه خواستیم اشاره بکنیم به کیک های لایهی که شبیه کیک تولد هستن بهش میگن تورت و در وسط در آخر واجهی آیس کریم رو داریم به معنای بستنی اینا تمام وکابیولری بودش که برای امروز در نظر گرفته بودم و همهشون هم در مورد خوردنی و نوشیدنی بود ما الان گرامر رو فهمیدیم چه جوریه الان مصالحمون رو داریم و رو در مورد فودز اند درینکس فروتس ویجیتابلز همه اینا رو داریم پس سراغ تخت سیامون میریم که تو باشون مثال بزنیم و جمله سازی بکنیم روی تخته سیاهمون چند تا مثال داریم شش تا هستن که okay. با this is a یا با دت is a میتونیم شروعشون بکنیم با زمیر اشاره دور و با زمیر اشاره نزدیک من با دیس این ها رو میخونم This is a hamburger این هست یک همبرگر This is a cola این هست یک کولا This is a pizza این یه پیتزاه یا این هست یک پیتزا This is a tomato این هست یک گوجه This is a lemon این یه لیموه یا این هست یک لیمو و در نهایت داریم This is a banana این هست یک موز یا این یه موزه که تمام این مثال رو میتونیم با زمیر اشاره دور that بزنیم بریم یه چند تا مثال دیگه هم ببینیم صفحه بعدی خب اینجا هم پنج تا مثال داریم هر پنج تاشون با حروف صدادار الفای زبان انگلیسی شروع شدن من رو با دت میگم با زمیر اشاره دور That is an apple. آن هست یک سیب. That is an egg. آن هست یک تخم مرغ. That is an onion. اون یه پیاز هستش. یا آن هست یک پیاز. That is an ice cream. اون یه بستنیه. یا آن هست یک بستنی. و در نهایت داریم That is an orange juice. که معنیش میشه اون یه آب پرتقاله یا آن هست یک آب پرتقال ما این اسامی رو جمله تونستیم باشون ببندیم ولی تو حالت مفرد و تو حالت نکره میخوایم ببینیم تو حالت مفرد تو حالت معرفه چه شکلی هستن به صفحه بعد بریم خب علامت معرفه چی بود د پس اونجا د جای ای رو گرفته من این مثال رو با this is میخونم this is the hamburger این همون همبرگر است این هست آن همبرگر یعنی آشناه برای مخاطبت که داری در موردش صحبت میکنی This is the کولا این هست همون کلاه این هست آن کلا یا This is the pizza این همون پیتزا است این است آن پیتزا This is the tomato This is the lemon This is the banana و بقیه مثالا رو با that is the هم میتونیم بزنیم ما تو حالت مفرد تو حالت معرفه تو حالت نکره تمام این اسامی رو بررسی کردیم ولی امروز ما دو تا زمیر اشاره دیگه یاد گرفتیم همون دیس و دت بودن ولی حالت جمعشون بودن که با are می اومدن دیز آر اینها هستند و those are آنها هستند بریم چند تا مثال در مورد دیز و دوز ببینیم با هم خب این اولین صفحه مثالمونه تو حالت جمع فقط دیگه نه A داره نه د داره چون جمع بسته شده و تمامی اسامیمون تمامی کلمات اون آخرشون اسم اومده و جمع بسته شده چون دیز و دوز جمع هستن خب من مثاله رو میخونم با دیز میخونم دیز آر دونات اینها دونات هستند اینها دوناتن جمع هستش These are lemons اینها هستند لیمو یا اینها لیمو هستند These are chocolates اینا شکلات هستند These are cakes اینا کیک cake هستند و در آخر داریم دیز are lemonades اینها هستند لیموناد یا اینها لیموناد هم. که تمامی این مثال با دوز آر آنها هستنم میتونیم بزنیم یه چند تا مثال دیگه هم مونده تو صفحه بعدی با هم بررسیشون بکنیم خب اینا هم همون جوریه these are those are اومدن و جمع هم بسته شدن آخر همشون هم اس داره ولی استثناء بودنشون اینه که همشون دوباره با حروف صدادار زبان انگلیسی شروع میشن These are و those are میتونیم قبلشون بیاریم و این کلمه رو بزنیم و در نهایت با نقطه جملهمون رو ببندیم من این مثال رو با دوز زمیر اشاره دور و جمعمون میزنم Those are apples اونا سیب هستن اونا سیبن Those are eggs آنها هستند تخم مرغ یا اونا تخم مرغن those are onions آنها هستند پیاز و those are ice creams آنها بستنی هستند و در اینجا هم آخرین مثال اون بود که تموم شد و تونستیم جمله بسازیم هم مفرد هم جمع هم نکره و هم معرفه و از همشون هم استفاده کردیم فقط یه نکته ای میمونه که ما باید بررسیش بکنیم و آخرین مسئله میمونه واسه درس امروزمون حالت منفیه اگه ما میخوایم بگیم که این یک سیب نیست یا این گوجه نیست اونو چجوری میگیم اونم بررسیش میکنیم و قسمت آخر برنامه امروزمون هم هست نگاتیو فرم شکل منفی خب خیلی راحته نات منفی میکنه تمام این جمله ها رو ولی جاش کجاست ما باید کجا قرارش بدیم خیلی هم راحته این نات بعد از جایگاه دوم جمله میاد یعنی بعد از ایز یا بعد از آر یعنی اگر ما میخوایم جمله رو منفی بکنیم بگیم نیستش از نات استفاده میکنیم و جمله همون شکله فقط یه نات رو اضافه میکنیم من چند تا مثال در موردشون میخونم This is not a hamburger. این یه همبرگر نیست. This is not a cola. این یه کولا نیست. با that میگم. That is not a tomato. اون یه گوجه نیست. That is not a lemon. اون یک لیمون نیست. That is not a banana. اون یه موز نیست. یا آن یک موز نیست. تمام مثالا رو میتونیم همینجوری منفیش بکنیم فقط باید نات رو بعد از ایز یا آر بیاریم و جمله‌مون رو منفی بکنیم امیدوارم از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی و هم یه سری چیز جدید یاد گرفته باشی پس اگه اینطوره بعد از لایک کردنش میتونی به اشتراک بذاریش تا دوستای دیگر هم بتونن از طریق معلم خصوصی زبان انگلیسیشون رو تقویت بکنن ولی اگه از یوتیوب دنبال میکنی برنامه معلم خصوصی رو بعد از لایک کردن و شیر کردنش میتونی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنی تا یه اشتراک از کانال یوتیوب معلم خصوصی داشته باشی که هر وقت ویدیو جدیدی ریلیز شد یوتیوب بهت خبر بده در ضمن هر گونه اسکرین شات و کپی برداری برای عموم آزاده